آقای سمی، وقت شما بخیر. خب آقای بایدن، وضعیت اضطرار ملی که آمریکا از سال 58 علیه جمهوری اسلامی اعلام شده بود رو تمدید کرده. این وضعیت اضطرار ملی اساساً به چه معناست و چه تبعاتی تاکنون برای ایران داشته؟ با درود خدمت شما، بایستی عرض بکنم این وضع اضطرار ملی به دو بخش تقسیم میشه. یکی در مورد مسائل اقتصادی هست و یکی هم در مورد مسائلی که امنیت ملی امریکا رو به مخاطره میاندازه. در سال 1979 وقتی که برنامه اضطراری شماره 1270 رو آقای جیمی کارتر اعمال کرد، گفته بود که تمام دارایی های ایران ضبط میشه و هیچ گونه نقل و انتقالی نمیتونه انجام بگیره تا تکلیف گروگان های امریکایی مشخص بشه. بعد از اون در پیامد معاهده الجزایر که ایران و امریکا موافقت کرده بودن، قرار بود که همه اینها کنار بره، اما ایران به یک سری از تعهدات خودش در معاهده الجزایر پایبند نبوده. به همون خاطر این هیچ زمانی از بین نرفته. یک دور دیگر هم در سال 95 آقای کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا یک فرمان اضطرار ملی صادر کردند بر علیه سپاه پاسداران و برنامه‌های تروریستی جمهوری اسلامی به گفته دولت امریکا و مسائل مربوط به فروش نفت ایران، که یک سری از اونها در پیامد سخن گفتمان برجام از بین رفته ولی یک عده‌شون هنوز پابرجا هستن. تمدید وضعیت اضطرار ملی چه اثری بر مذاکرات احتمالی هسته‌ای خواهد گذاشت و گفتگوهایی که در حال حاضر قرار هست دوباره از سر گرفته بشه؟ نکته بسیار مهمی را اشاره می‌فرمایید. بله، این یکی از اون چیزهایی هست که ممکنه خطرآفرین باشه یا ممکنه به گروه ایرانی این اجازه رو بده که بیاد بگه امریکا پایبند به از بین بردن خصومت‌ها نیست. اما این رو بایستی اینجا عرض بکنم که امریکا این توانمندی رو نداره که یک جانبه بخواد این مسئله رو از بین ببره تا زمانی که همه اون مسائل پشت پرده‌ای که با ایران در زمینه معاهده الجزایر قرار بود انجام بشه حل و فصل بشه یا حداقل در موردش یک گفتمان جدیدی امضا بشه. ولی اثری که بر برجام خواهد گذاشت یک مقداری مسئله راستی آزمایی رو سخت‌تر خواهد کرد، به ایران این اجازه رو خواهد داد که بیشتر سختگیری بخواد بکنه و به امریکا هم این اجازه رو خواهد داد که به دولت مردان اروپایی اعلام بکنه که ما علاقمند از بین بردن این مسائل هستیم ولی طرف ایرانی نمیخواد این کار رو بکنه. یعنی در حقیقت یک کشمکشی به وجود میاد که هیچ کدوم از طرفها علاقه‌ای به از بین بردنش ندارن، ولی دولت امریکا چاره‌ای در حال حاضر نداشت به غیر از این. ممنونم از توضیحات شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما.